عفو بین الملل از رهبران جهان خواست که از پناهندگان سوری در لبنان محافظت کنند. ابتدا همکارم در رابطه با وضعیت پناهجویان سوری در لبنان گزارش تهیه نموده که با هم میبینیم. عفو بین الملل روز دوشنبه از رهبران جهان به ویژه کشورهای اتحادیه اروپا خواست از پناهجویان سوری در لبنان محافظت کنند و اطمینان حاصل کنند که آنها به زور اخراج نمی شوند. در آوریل گذشته دیدبان حقوق بشر اعلام کرد که مقامهای لبنانی به صورت خودسرانه پناهجویان سوری را بازداشت و شکنجه کرده و در ماهای اخیر آنها را به زور به سوریه بازگرداندند. عفو بین الملل در گزارشی اعلام کرد که دولت‌های کمک کننده در کنفرانس بروکسل 8 باید اطمینان حاصل کنند که هر گونه کمکی که برای حمایت از پناهندگان سوری در لبنان تعهد می شود به نقض حقوق بشر از جمله اخراج اجباری پناهجویان به سوریه کمک نمی کند. عفو بین الملل تأکید دارد که به ویژه آن دسته از شهروندان سوری که در خطر جدی اذیت و آزار حکومت سوریه قرار دارند و به دلیل عقاید سیاسی وطن خود را ترک کردند، نبایستی اجباراً به سوریه بازگردانده شوند. گفتنی است که کنفرانس بروکسل 8 روز دوشنبه در سطح وزرا و بر اساس بیانیه اتحادیه اروپا برگزار شد. این سازمان بین المللی افزود که کنفرانس سالانه بشردوستانه برای سوریه و کشورهای میزبان پناهندگان باید به مقامهای لبنان فشار بیاورند تا فوراً کارزار سرکوبگرانه بیسابقه خود را علیه آوارگان سوری متوقف و اقدامهای خودسرانه را با هدف تحت فشار قرار دادن آنان برای بازگشت به سوریه لغو کنند. آیه مجذوب، معاون مدیر برنامه خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین الملل در این رابطه گفت که حمایت مالی اروپا از لبنان مقام های لبنان را تشویق کرد تا اقدام های خودسرانه و خشونت آمیز خود را به منظور هدف قرار دادن پناهندگان سوری با سخنان نفرت انگیز، اخراج اجباری و اقدام هایی مبنی بر در تنگنا قرار دادن شرایط اقامت و کار برای آنان گسترش دهند. وی از کشورهای شرکت کننده در بروکسل 8 خواست تا به مقامهای لبنانی فشار بیاورند تا فوراً اقدامهای خودسرانه و خشونت‌آمیز خود را که آنها را ظالمانه و بی‌سابقه علیه آوارگان سوری توصیف کرد متوقف کنند. گفتنی است در 14 مه مقامهای لبنانی اخراج اولین کاروان متشکل از بیش از 300 پناهجوی سوری را به مناطق تحت کنترل دولت سوریه آغاز کردند. بین 5 تا 7 میلیون نفر از مردم سوریه در روند جنگ 13 ساله کشورشان را ترک و به لبنان، اردن، ترکیه و مصر رفته و شماری نیز راهی برخی کشورهای دیگر شدند. سید علی شریفی نژاد، خبرنگار میدانی و مستندساز از بیروت همراه ما هستند تا به بررسی وضعیت اسفبار پناهجویان سوری که در لبنان در حال وقوع است بپردازیم. آقای شریفی نژاد، با سلام و عرض ادب و تشکر از شما، لطفاً در رابطه با وضعیت پناهجویان سوری در لبنان توضیح بفرمایید و همچنین در رابطه با اجلاس کنفرانس بروکسل 8 هم اگر نکته‌ای لازم هست برای بینندگان عزیز بیان بفرمایید. من وقت بخیر از موام خدمت شما بینندگان عزیزتون. ببینید، آن چی که در مورد پناهجویان سوری در سه مخیم در سوریه، عراق و لبنان مورد بررسی قرار گرفته در اجلاس بروکسل، باعث شده که به این نکات برسیم که در دو کشور سوریه و عراق موضوع مشخص و مبرهنه، بعد در لبنان به دلیل اینکه دچار بحران اقتصادی شدید است و بعد از انفجار بندرگاه شمالی سینزه و فشارهای دولت فرانسه با عنوان قیم کشور لبنان و اون ریاضت‌های اقتصادی که آقای مکرون بر لبنان تحمیل کرده، باعث شده که به پناهجویان سوری در لبنان فشارهای بسیار زیادی بیاد. و یک بحث دیگه هم بحث ناسیونالیسم عربی است که در تمام کشورهای عربی وجود داره، مثلا در کشور لبنان
و این بحث ناسیونالیسم عربی باعث شده که خیلی از این پناهجویان که از به اصطلاح سوری هستن ولی تابعیت کشورهای دیگه ای هم دارن، باعث شده که مورد هجمه شدید بخشی از مردم لبنان قرار بگیرن. و مسئله بعدی که باز باعث شده که این پناهجویان آسیب دیدگی شدید داده شده باشه این که دولت لبنان یک بخش عدیدی از هزینه کردی که کشورهای اروپایی همچون ایالات متحده آمریکا، همچون قطر، همچون سوئد و بعض دیگر کشور مثل امارات متحده عربی و به اینها کمک بکنن رو، این کمک ها رو صرف هزینه کرده جبران کسری منابع مالی خودش کرد تا به این پناهجویان سوری کمک بکنه. برای همین باعث شد که این اوضاع برای پناهجویان دخل بر شما هست. بله، با تشکر از سید علی شریف نژاد خبرنگار میدانی و مستندساز که از بیروت همراه ما بودند و به بررسی وضعیت اسفبار پناهجویان سوری که در لبنان در حال وقوع است پرداختند.